سرخط خبرها. مخالفت بایدن با تمدید مهلت خروج نیروهای آمریکا از افغانستان. همزمان ورود افغانها به فرودگاه کابل بسیار سخت شده. آخرین دفاعیات و انتقادات از وزیران پیشنهادی در ایران. مجلس امروز گزینه‌های رئیسی را به رأی می‌گذارد. عزیزان من همراه خودم همیشه بطری نفت دارم که نشون مردم عزیز بدم، بگم این نفتی که این همه دنیا به خاطر اون داره می‌جنگه، باید مدیریتش به عهده شخصی باشه که توانمند باشه. من فرزند نفت هستم. واکنش ها به پخش تصاویر دوربین های زندان اوین. مجلس خواستار برخورد با نشر دهندگان. عفو بین الملل خواهان بازرسی مستقل از زندان های اوین. و برگزاری هفتمین دادگاه حمید نوری در سوئد. یکی از شاهدان از روز شمار اعدام ها در تابستان 67 گفت. شما عصرتون بخیر، خوش اومدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. آمریکا و کشورهای دیگر غربی گفتند تلاش برای خارج کردن اتباع و وابستگانشان از فرودگاه کابل را به شدت سرعت می‌دهند. فقط 6 روز به پایان ضرب الاجل خروج باقی مانده. طالبان دیروز با تمدید این مهلت مخالفت کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در جلسه سران کشورهای گروه صنعتی کشورهای گروه 7 حاضر نشد تمدید این عملیات را قبول کند. حالا نگرانی فزاینده‌ای هست که این کشورها نتوانند در روزهای باقی مانده همه اتباع را از افغانستان خارج کنند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. هزاران نفر در پشت دروازه‌های فرودگاه، اتباع خارجی و وابستگان داخلی آنها در این فرار بزرگ از کابل. خیلی ها هم از ترس جان به اینجا آمدند. این زن میگوید روزنامه نگار است و شناخته شده است و جانش در خطر است. میگوید کشورش را دوست دارد اما نمیتواند اینجا بماند. تنها 6 روز به ضرب الاجل پایان عملیات تخلیه باقی مانده. با ازدحام و هرج و مرج و مشکلات رسیدن افراد به فرودگاه و بررسی وضع و مدارک آنها، ممکن است خیلی ها نتوانند در این مدت باقی مانده از کشور خارج شوند. چیزی که حتی افراد طالبان آن را نتیجه بی برنامگی آمریکا می دانند. ولی آمریکا هستند، به تجربه کار کردند. کل مردم مهاجرین در یک وقت مدت کم خواستند، شلوغ برای ما اضافه کردند. سخنگوی طالبان دیروز در کنفرانسی خبری در کابل مجدداً با تمدید ضرب الاجل سه‌شنبه آینده برای تکمیل عملیات خروج مخالفت کرد. نه، بگذارید یادآوری کنم که ضرب الاجل 31 اوت ضرب الاجلی یک طرفه است و خلاف توافق‌های قبلی ما. پیام ما به آمریکایی‌ها بار دیگر این است: اتباعتان را تا قبل از این تاریخ خارج کنید. دیروز در کنفرانس سران کشورهای گروه 7 گزارش شد است که کشورهای اروپایی خواستار تمدید ضرب الاجل بودند تا فرصت برای تخلیه همه اتباعشان و وابستگانشان وجود داشته باشد. درخواستی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حاضر نبود قبول کند. در شرایطی که بدون حضور نیروهای آمریکایی ادامه عملیات تخلیه برای کشورهای اروپایی غیر ممکن است. جو بایدن کمی بعد در کاخ سفید گفت دستور داده است که به عملیات تخلیه سرعت بخشیده شود. ما در حال حاضر با سرعتی کار میکنیم که میشود کار را تا 31 اوت تکمیل کرد. هرچه زودتر این کار را تمام بکنیم بهتر است. هر روز که این عملیات ادامه پیدا میکند، خطر را برای نیروهای ما بیشتر میکند. ولی تکمیل این کار به ادامه همکاری طالبان بستگی دارد، که در کار تخلیه مانع ایجاد نکنند و اجازه دسترسی به فرودگاه به کسانی بدهند که می‌خواهند به آنجا بروند. او این را هم گفت که به وزارت خارجه و وزارت دفاع دستور داده است که برای تمدید احتمالی و اضطراری این عملیات برنامه‌هایی داشته باشند.
حالا قرار شده است که همه کشورهای غربی فعالیتشان را برای خروج اتباع و وابستگانشان دوچندان کنند، حتی با استفاده از هواپیماهای شرکت‌های هوایی. دیروز گفته شد که طی 24 ساعت هواپیماهای آمریکایی در 28 پرواز بیش از 10,000 نفر را از کابل خارج کردند. تقریبا یک پرواز هر 50 دقیقه. ارقامی که قرار است به اندازه زیادی افزایش پیدا کند. اما این هم روشن است که خود نیروهای نظامی برای خروجشان نیاز به 2 یا 3 روز فرصت دارند که مهلت را برای خروج غیر نظامیان حتی کوتاه‌تر می‌کند و به چند روز تقلیل می‌دهد. کسری نجی، بی بی سی. بهار جویا، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین بی بی سی در کابل با ماست. خانم جویا، ثابت نگه داشتن این تاریخ خروج از افغانستان به معنای اینه که خیلی ها میگن تو 48 ساعت باید غیر نظامی‌ها خارج بشن و بقیه مهلت اختصاص داده میشه به خروج نیروهای خارجی. چقدر نگرانی ایجاد کرده این موضوع؟ فریزاد، خب این موضوع خیلی دشوار کرده برای خیلی از آدم. من همین لحظه داشتم با یک سری از دوستا و آشنایی که در کابل هستن و ویزه SIV دارن یا ویزای کشورهای دیگر دارن صحبت میکردم. خیلی صحبتای زبیر الله مجاهد، سخنگوی طالبا، که دیروز در این باره صحبت کرد و گفت که آمریکایی‌ها نباید تشویق بکنن که افغان‌ها کشور ترک بکنن، ما نیاز داریم به این بر مردم خود. خب خیلی چی کرده؟ فضا را سخت کرده. امروز شما آثارش در فضای بین‌المللی خواهید دید. به عنوان مثال یک سری از آدم‌ها زخمی شدن، یک سری پولیس زخمی شدن یا و سعی می‌کنم معلوم نیست که اینها نیروهای طالبان هستن، اینها افراد هستن که اصلا کسی نمی‌شناسنشان، فقط مسلح هستن. چندین تا چک پوینت درست کردن در اطراف فرودگاه کابل و مردم میزنن و یکی از آشنای خود من سرش خونین بود و تمام دوسیه‌ای که در دستش بود پر از خون‌آلود شده بود و این آدم اجازه نمیدادن برن. بنابراین از حرفای زبیر الله مجاهد 24 ساعت نگذشته و همین الان ما تاثیرش رو میبینیم. نه تنها اونایی که مدارک ندارن، حتی کسایی که مدرک دارن و ویزه دارن برشون خیلی دشوار شده، خیلی سخت شده. یه تعداد از آدم‌ها اصلا میترسن که برن سمت فرودگاه، چون ممکن است اینا دستگیر بشن، ممکن است به گلوله زده بشن و یا اذیت بشن. خب این خیلی دشوار کرده بیرون رفتن از افغانستان بر مردم، ترسشون رو بیشتر کرده و 48 ساعتی که مانده برای خروج افراد غیر مسلح یا افراد غیر نظامی افغان‌ها بسیار وقت کم است و امکان نداره که همه، حتی اونایی که مدارک دارن، خارج بشن. چی برسه به کسایی که فعالان جامعه مدنی هستن، هنوز داره دوسیه‌شان کار میشه، هنوز به دنبال یک راهی هستن که اسمشان وارد لیست افراد بکنن که از افغانستان بیرون شوند. و وضعیت بانک ها الان چطوره؟ چون گفته میشه که بانک ها در کابل باز شدن ولی به نظر میاد که فعالیتشون درست انجام نمیشه. ببینین، در مورد بانک ها، خب طالبا، سخنگوی طالبا در این چند روز تلاش کردن، از جمله آقای مجاهد، که فضا را بسیار آرام‌تر نشان بدن برای مردم، ولی این گونه نیست در واقعیت. به خاطر از اینکه امروز قرار بود که بانک ها باز باشه و مردم بتونن برن پول بگیرن. من شخصا کسایی که میشناسم در هرات، در مزار شریف رفتن و نه از عزیزی بانک و نه از کابل بانک تونستن پول دریافت کنن. گفتن پول نیست. به اینا رو پس فرستادن از اکانت های شخصی خودشان. و در کابل فقط یک تعداد تونستن از منطقه شهر نو از کابل بانک پول دریافت کنن، که خب این بازم نشان میده تناقض در صحبت های سخنگوی طالبا، رهبری طالبا، که یه چیزی که میگن خیلی به اون عمل نکردن و اصلا وجود نداره. از اون طرف هم خب بانک جهانی تمام پولهای افغانستان متوقف کرده، کمک ها متوقف کرده. هفته پیش صندوق بین المللی پولهای افغانستان متوقف کرد و پول به افغانستان دیگه نمیرسه. شما توجه کنید، بانک جهانی بیشترین پروژه‌های اقتصادی افغانستان پوشش میداد و امروز این پولا متوقف میشه و افغانستان کشوری است که خیلی وابسته به کمک‌های خارجی است و تازه اقتصاد دامداری و کشاورزی در افغانستان خیلی نوپا و جوان است. و از امروز وقتی این متوقف بشه، خب میلیون‌ها انسان جانشان
به خطر مواجه است، با قحطی مواجه است. بله، این سرپرست های موقتی که طالبان تعیین کرده، منصوب کرده، اونها چقدر تونستن باعث بشن که یه امنیتی در واقع در کشور یا حتی کابل ایجاد بشه؟ در رابطه به امنیت در خود کابل و ولایات خب خیلی حرفای ضد و نقیض گفته میشه. به عنوان مثال شب پیش یکی از فرمانده ارتش در فرا کشته شد، میامد سمت کابل که ما خبر شده در همه جا دیدیم. سرچ کردن خانه ها و گشتن دنبال افرادی که چه با خارجی ها کار کردن، چه با دولت کار کردن، چه در ارتش بودن، چه در پلیس بودن، در خیلی از ولایات ادامه داره. فیلم های اینها در سوشال میدیا میاد، فیلم های از اینا رو ما میبینیم، حرفشان رو ما میشنویم. کسایی که من نمیتونم به خاطر مسائل امنیتی ازشان نام ببرم، من در تماس نزدیک با اینها هستم که حداقل دو بار خانشان آمده طالبا و همه چیزشان رو به هم ریخته، موبایلشان از دستشان گرفته و دنبال کسی بوده که اون آدم کار میکرده با دولت، کارمند دولت بوده. خب طالبا این نشان میده که یک ناهماهنگی خیلی گسترده در بین افراد و گروه های طالبان در ولایت است. اونها تانستن در کابل یک مقدار آرامش بیارن و مردم آرامتر باشن، ولی خب در خیلی از ولایت هستن که مثل مزار شریف، مثل هرات، مثل غزنی، مثل کندوز، مثل قندهار، مثل هلمند، هنوز این خانه گشتن خانه به خانه دنبال این افراد وجود داره و مردم به شدت ترسیدن، مجبور شدن که جایشان عوض بکنن، خانیشان عوض بکنن و در یک وحشت بسن. ممنونم ازت بهار جویا، روزنامه نگار و خبرنگار پیشین بی بی سی در کابل با ما. مجلس ایران بررسی صلاحیت چند وزیر پیشنهادی باقی مانده را آغاز کرده. قرار است که امروز درباره آنها رأی گیری شود. ابراهیم رئیسی شخصا برای دفاع آخر از ترکیب کابینه‌اش به مجلس رفته و همین حالا مشغول سخنرانی است. گزارش ببینیم از آرش مومنی. خواهی میکنم، به نظر میاد که ما مشکلی داریم در پخش این گزارش. در بخش‌های بعدی خبر حتما این گزارش رو براتون پخش میکنیم. اما از احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، پرسیدم با توجه به مشکلات بزرگی که پیش روی دولت ایران هست، از لحاظ اقتصادی وزیران پیشنهادی چقدر میتوانند از پس آنها بر بیایند؟ خب یکی از نمایندگان مجلس گفت که این نامزدها برای احراز پست وزارت پیش از این همدیگر رو نمیشناختن. این حاوی نکته بسیار مهمی است و این سوال رو برمی‌انگیزه که این به اصطلاح کسانی که الان نامزد پست وزارت شدن تا چقدر هماهنگی دارن، که به نظر نمیاد چنین باشد. چرا؟ برای اینکه هر کدوم از اینها یک سلسله اهدافی رو مطرح میکنن که با توجه به شرایط ایران به نظر نمیرسه که فرضاً قابل تحقق باشه. من تاکید میکنم روی واژگان اهداف. منظور از برنامه تو عرف اقتصادی یعنی یک سلسله جداول، ماتریس ها، که به شکل کمی چگونگی رسیدن به اهداف رو معین میکنه. چیزی که این نامزدهای منصب وزارت میگن مجموعه ای از اهداف است که اگر اجازه داشته باشم من نکاتی رو عرض میکنم خدمت شما. مثلا وزیر نیرو میگوید که بحران آبی در 600 شهر رو از بین میبره. خب این یک سلسله وعده هاست و هدف هاست، این برنامه نیست. و میدونیم که آقای علوی، اقتصاد ایران بسیار وابسته است به مسائلی که سیاست خارجی ایران باهاش در واقع داره دست و پنجه نرم میکنه. با توجه به روابطی که ایران الان با کشورهای خارجی داره، فکر میکنید که اگر این مشکلات حل نشه چقدر واقعا این تیم اقتصادی میتونه اصلا کار بکنه؟ به نکته بسیار درستی اشاره کردید.
به نظر میاد مهمترین معضلات اقتصاد ایران در شرایط فعلی مسئله تحریم هاست، مسئله FATF هست، اون انزوای بانکیست و همچنین کرونا. بدون حل این مشکلات، اهدافی رو که این نامزدهای پست وزارت مطرح کردن قابل تحقق نیست. مثلا در چارچوب وزارت نفت گفته وعده داده شده که صادرات نفت افزایش پیدا خواهد کرد. خب صادرات نفت بدون اینکه این تحریم ها منتفی بشه چگونه ممکن است برآورده بشه؟ یا فرضاً کل این به اصطلاح وعده هایی که این وزیران میدن مبتنی است بر دسترسی به منابع ارزی و همچنین یک سلسله تسهیلات فیزیکی و ارتباط‌های بین‌المللی. این وزرا نمی‌گویند که در با توجه به این تحریم‌ها، با توجه به این محاصره اقتصادی و با توجه به مشکل کرونا چگونه می‌خوان این مشکلات رو به اصطلاح حل کنند. وزارت احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی رو شنیدید. ما سری بزنیم به مجلس ایران که همین حالا دارن در کابینه پیشنهادیش، آقای ابراهیم رئیسی داره از کابینه پیشنهادیش دفاع میکنه، ببینیم و برخی صحبتاشو بشنویم. سیاست خارجی، اون چه وزیر محترم پیشنهادی اینجا اعلام کردند نقطه نظرات خودشون رو و برنامه خودشون رو، من هم در جلسات گذشته عرض کردم برنامه ما برنامه تعاملی با کشورها خواهد بود و ما عزت و حکمت و مصلحت محور ماست. حقوق حقه ملت بزرگوار ایران و منافع ملت ایران مسئله محوری ماست. در همه سخنها، در همه اعلام نظرها و در همه ملاقاتها من روی این تأکید کردم، بازم تأکید خواهیم کرد. مسئله رفع تحریم‌ها رو ما با قوت دنبال می‌کنیم، اما سفره مردم را بند به این مسائل نخواهیم. بخشی از صحبت‌های ابراهیم رئیسی رو شنیدیم در دفاع از کابینه پیشنهادیش. می‌دونیم که مجلس ایران قراره که امروز رأی بده به اعضای کابینه. محمد نوریزاد، فعال سیاسی، منتقد حکومت ایران، میگوید هر اتفاقی برای او بیفتد مسئولیتش با دفتر رهبر جمهوری اسلامی است. او امروز برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان برگشت. آقای نوریزاد در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته. او که به 15 سال حبس محکوم شده، کمتر از 2 ماه پیش به دنبال وخامت وضعیت جسمیش به صورت موقت از زندان آزاد شده بود. هر اتفاقی برای من توی زندان میفته مسئولیتش با سرداران سپاهه، با هیولاهای سپاهه، با هیولاهای اطلاعات، با هیولاهای سیستم قضاییه، با هیولایی مثل سید ابراهیم رئیسیه، با هیولاهای بیت رهبریه. الان اینجا درگیر شدن به خاطر اینکه ما داشتیم یک صحبت میکردیم راجع به فجایعی که تو زندانهای کشور داره رخ میده. آقا این فجایع رو، گوشه‌ای از اون فجایع رو توی این دوربین ها زندان اوین رو نشون دادن. برید ببینید زاهدان چه خبر. همین الان اگه فیلم میگرفتن اونجوری که حمله کردن با آقای نوریزاد، اگر دوربین جمهوری اسلامیان همین الان نشون بده که چجوری چند نفره حمله کردن با آقای نوریزاد و یقشون رو میگرفتن و میکشیدن، واقعا اینها فیلم نیست، اینها بخشی از واقعیت تلخه. برخوردهای نظامن و سیستماتیک ماموران امنیتی با زندانی‌ها هست. ویدیویی بود که از نرگس محمدی و محمد نوریزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. می‌دونیم که این ویدیو دیروز گرفته شده. و اضافه بکنم که در به دنبال پخش تصاویری که از نحوه برخورد زندانیان در زندان اوین منتشر شده، مجلس خواستار برخورد با انتشار دهندگان این تصاویر شده و سازمان عفو بین الملل هم خواسته که به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه بازرسی مستقل از زندانهای ایران داده بشه. در چند روز اخیر گروهی به نام عدالت علی با هک کردن دوربین‌های مداربسته زندان اوین تصاویری از داخل زندان منتشر کرده، ضمن اینکه در 60 دقیقه امشب هم توضیح بدم که گزارش مفصلی داریم درباره این ویدیو. هفتمین جلسه دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی ایران در سال 67 در حال برگزاری است. قاضی در این جلسه هم از ایرج مصداقی خواست که در جایگاه شاهد قرار بگیرد. آقای مصداقی که به مدت 10 سال در ایران زندانی بود، به گفته وکیلش به یکی از 23 زندانی بوده که از یک بند زندانجان سالم به در برده.
همکارم امید منتظری این خبر رو دنبال کرده با ماست. امید، از این جلسه امروز کمی بیشتر برامون بگو. به نظر میاد که اسم آقای رئیسی هم تو این جلسه مطرح شده. بله، همزمان با دفاع آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور از کابینه‌شون، اسم آقای رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت متصدی اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مطرح شد که به هیئت مرگ مشهوره. همونطور که گفتی، جلسه امروز هم به شنیدن در واقع شهادت‌های ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی سابق گذشت و به صورت خاص او روایت خودش رو از روز شمار اعدام‌ها ارائه دادش. توی این جلسه آقای مصداقی تعریف کرد که به مرور چگونه در بند اونها متوجه میشن که اساساً اعدامی در کاره، وقتی که برای اونها غذا می آوردن و تعداد تخم مرغ‌ها و غذاهایی که به اونها میدادن بیشتر از روزهای عادی بوده. 3-4 تخم مرغ اونها میرسه، متوجه میشن که بچه‌ها دارن کم میشن، هم بندیانی که داشتن در زندان. و بعد آقای مصداقی که در واقع دادستان ازشون سوال میکرد و میخواست که روز به روز بیان جلو و اونچه دیدن، اونچه شنیدن و اونچه احساس کردن رو تعریف کنن برای دادگاه، تعریف کردن که اولین بار کی در مقابل هیئت مرگ قرار گرفتن و اونجا بود که نام آقای رئیسی برای اولین در این دادگاه مجدداً مطرح شدش. آقای مصداقی که چند بار در مقابل هیئت موسوم به مرگ قرار گرفته، تعریف کرد که در هیئتی که او در مقابلش قرار گرفته، حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پور محمدی و ابراهیم رئیسی بودن. به صورت خاص تعریف کرد که بعد از این که در مقابل هیئت قرار گرفت، از او خواستن عفو بنویسه، انزجار بنویسه از سازمان مجاهدین، او رو به راهروی مرگ منتقل کردن. و در اونجاست که حمید نوری متهم پرونده رو میبینه و میگه که او بالا و پایین میرفتش و همه چی رو زیر نظر داشت. او بود که به صف میکرد زندانیان رو و میگفتش که اینها رو به بند ببرین، که اسم رمزی بوده برای کسانی که در واقع قرار بوده به بخش اعدام ها برن و در حسینیه و همون آمفی‌تئاتر اوین اعدام بشن. تعریف کرد که حمید نوری چگونه بعد از اینکه اعدام ها انجام شده در 15 مرداد ماه 1367، یعنی یک هفته بعد از آغاز اعدام اعضای سازمان مجاهدین، در بند شیرینی پخش میکرده، به خود او شیرینی تعارف کرده و با خودکار به حالت مسخره روی شوفاژ میکشیده و میگفته که عاشورای مکرر مجاهدین. البته همونجور که میدونیم حمید نوری و موکلانش تمامی این اتهام رو رد میکنن، میگن که در زمان اعدام ها او مرخصی گرفته بود برای اینکه فرزند دخترش به دنیا آمده بود 6 مرداد ماه و او از 2 قبل تا 2 بعد در واقع خانه بوده و به خانوادهش میرسیده. و در این حال وکلای او همچنین اعتراض دارند که دادگاه اونجور که باید دنبال نکرده پرونده رو، باید درخواست میکردن به ایران برن و در اونجا به زندان گوهردشت برن و از اونجا از نزدیک ببینن. ممنونم ازت همکارم امید منتظری، متشکرم. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، میگوید با تلاش آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای با ایران مخالفت خواهد کرد. او در آستانه سفرش به واشنگتن به روزنامه نیویورک تایمز گفت رویکردی تازه درباره ایران ارائه خواهد کرد که تقویت روابط با کشورهای عرب مخالف برنامه هسته‌ای ایران از جمله آنهاست. آقای بنت حالا در واشنگتن است و قرار است برای اولین بار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا هم مثل سازمان ملل متحد از لهستان خواسته به پناهجویانی که در مرز این کشور با بلاروس گیر کردند اجازه ورود بدهد. آنها از دولت بلاروس به خاطر ایجاد این وضع انتقاد کردند. بلاروس این اتهام را که به تلافی تحریم‌های اروپا پناهجویان را به تشویق به سرازیر شدن به سمت لهستان می‌کند رد کرده. بیش از 20 پناهجو که تصور می‌شود بیشترشان افغان باشند در مرز دو کشور گرفتار شدند. دادگاه عالی آمریکا فرمان جو بایدن رئیس جمهوری این کشور برای ابطال سیاست مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را رد کرد. بر اساس این سیاست، متقاضیان پناهندگی باید در زمان بررسی پرونده آنها در مکزیک بمانند. آقای ترامپ این سیاست را با هدف محدود کردن ورود مهاجران در پیش گرفته بود.
بسیاری با حسرت مدیریت کرونا در استرالیا را دنبال می‌کنند، کشوری که همه‌گیری این ویروس را به خوبی مهار کرده با تلفات نسبتاً کم و اقتصادی که به سرعت رونق دوباره گرفت. اما در شرایطی که میلیون‌ها نفر همچنان در قرنطینه به سر می‌برند و هیچ تاریخ مشخصی برای برداشتن قوانین سفت و سخت مرزی تعیین نشده، بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند محبوس شدند. شیما خلیل گزارش می‌دهد. In a time of grief. خاطرات خوش در زمانه غم. مادر کریستینا یک ماه پیش در سوئد درگذشت و درخواست سفر او برای شرکت در مراسم خاک سپاری دوبار رد شد. به خاطر قوانین سختگیرانه کرونا در رفت آمد از استرالیا، کریستینا مجبور شد مراسم را به صورت مجازی تماشا کند. خیلی عجیبه وقتی باید همه چیز روی صفحه کوچک تلفن همراه تماشا کنی. به نظرم احساس آرامش منتقل نمیشه. به شدت احساس عذاب وجدان کردم. حس کردم برادرم را تنها گذاشتم. کاش بودم و میتونستم به مادرم ادای احترام کنم. داستان‌های زیادی از جدایی‌ها شنیدیم، از عروسی‌ها و عزاداری‌هایی که آدما نتونستن توشون شرکت کنن، از سختی‌های کسایی که تازه پدر مادر شدن دور از حمایت خانواده‌هاشون، یا آدمایی که فقط نیاز داشتن کسایی رو که دوست دارن بتونن بغل کنن. نزدیک به یک سوم مردم استرالیا خارج از این کشور به دنیا اومدن و برای همین سفر آزادانه به خارج در زندگیشون خیلی مهمه. اما همه‌گیری کرونا همه اینها رو به هم ریخت. هر کس که وارد کشور می شود باید 2 هفته در هتل قرنطینه شود، اما ظرفیت هتل ها محدود است. این شیوه شاید در سال اول همه‌گیری برای استرالیا جواب داده باشد، اما سویه دلتا به دولت فشار آورده که سیاست کووید صفر را رها کند. حالا مسافران بیشتری از خارج می خواهند به این کشور سفر کنند و خیلی ها مجبورند در خانه قرنطینه شوند. هر کسی که 2 دوز واکسن زده باشه خطر جدی برای استرالیا نداره. من این همه محافظه‌کاری رو نمی‌فهمم. محروم کردن هزاران هزار آدم از روابط انسانیشون با در نظر گرفتن میزان خطری که تهدید می‌کنه واقعاً باور نکردنیه. نزدیک به 30% از بزرگسالان در استرالیا 2 دوز واکسن زدند که هنوز از 80% که دولت هدف خود برای کم کردن محدودیت‌های مسافرتی تعیین کرده خیلی فاصله دارد. بسیاری تصمیم گرفتند دیگر صبر نکنند. ماریسا و خانواده‌اش خانه‌شان را فروختند تا برای زندگی به بریتانیا بروند. ما با دل شکسته داریم از اینجا میریم. زندگیمون رو اینجا ساختیم. خونه قشنگی داریم و دخترمون اینجا به دنیا اومده. اما خانواده هامون رو 18 ماه ندیدیم و حالا که هیچی مشخص نیست، میخوایم فرصت دیدار دوبارهشون رو داشته باشیم. دخترم باید بتونه پدر بزرگ و مادر بزرگش رو بشناسه. فکر میکنه اونا تو کامپیوتر زندگی میکنن. حتی با شیوع کرونا در سیدنی، آمار مرگ و میر نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین است و با وجود شکایت‌ها قوانین سختگیرانه مرزی همچنان خیلی طرفدار دارد. اما حتی اگر استرالیا جای خوبی برای دوران همه‌گیری بوده، احساس حبس و گرفتاری خیلی آسیب زنند است. ممنونم از همراهیتون با این بخش خبری.